هر آن چیزی که باید درباره کسرها بفهمیم و مهم است. امروز در این ویدیو دربارهش سخن خواهد زدیم. کسر و عددهایی گفته میشه، عددهایی هستند که ناتکمیل هستند. قبلا ما عددهایی را کدش کار میکردیم که به شکل تکمیل بودند، مثلا 45، مثلا 38، مثلا 1001. اینا عددهایی بودند که عددهای مکمل بودند. اما کسر عددهایی هستند که به شکل غیر تکمیل هستند، مثلا 5.5، مثلا 11.5. یا میتونن این عددها چی باشن؟ از یک قدر کوچکتر باشن، نیم باشن، مثلا از نیم نیمش باشن. یا میشه به ریاضی یه پا بگویم 0.25 باشن. خب پس به طور عموم کسر به عددهایی گفتن میشه که چی باشن؟ نامکمل باشن. و عددهای نامکمل یا بگویم کسرها به طور عموم به دو نوع است. یکی کسرهای عام داریم و دیگه داریم کسرهای اشار. برای نشان دادن عددهای تکمیل یک را وجود داره که این عددهای عادی است، اما بخاطر نشان دادن عدد نامکمل یا کسر دو طریقه وجود داره، یکی کسرهای عام است یکی اشار. چرا دو طریقه است؟ بعض جایا دلیلش این است که بعض جایا کسرهای عام مزایای خود داره، کسرهای اشار مزایای خود داره. هر کدامشان در بعض جایا خوبتر است که استفاده شود. البته به خاطر بعض وقتا از کسر عام استفاده میشه و بعض وقتا از کسر اشار. و فعلا فقط درباره کسر عام گپ میزنیم، بعد از اینکه کسر عام خوب شناخته شد بعد درباره کسر اشار گپ میزنیم. کسر عام شکل عمومیش چه رقم است؟ کسر عام شکل عمومیش به این شکل است: A بر B. یا بعض اوقات میگن که امی کسر در حقیقت عملی تقسیم است، درست است؟ یا میشه ایره به این شکل هم نشته کنیم. عددی که در بالا میبینین، حرفی که در بالا میبینین، این یک عدد است. یعنی این عدد همیشه در کسر به نام صورت یاد میکنن و عددی که در پایان میباشه این عدد به نام مخرج یاد میکنن. در بالا هم یک عدد میباشه و در پایان هم، و این خط به نام خط بر یا خط تقسیمشان یاد میکنه. پیش از اینکه درباره مسائل دیگه که از قبیل اختصار هم مخرج کردن و غیره مسائل است صحبت میکنیم، اول باید کسر عام ارتباط داده بتانیم که در اشکال. فرض مثال اگر داشته باشیم یک دانه پیزا فکر میکنین، یا یک رود فکر میکنین، یا یک نان، ما ایره به چهار حصه تقسیمات کردم و از این چهار حصه ما یک حصه از ایره گرفتم. ایره به شکل کسر عام چطور نشان میدین؟ میگین یک بر چهار، یعنی یک چیز را چهار حصه کردم یک حصه شا گرفتم. و یا اگر به این شکل یک دانه غذا یا بگویم پیزا یا رود داشته باشیم، ایره ما به سه حصه تقسیم کردیم و از این سه حصه مساوی ما دو حصه شا گرفتم. ایره به ریاضی به این شکل نشان میدن: دوی بر سه، یعنی از سه حصه دو حصهش گرفته شد. و یا اگر یک شکل دیگه داشته باشم به این رقم، یک خوردنی باشه یا هر آن چیزی که شما یاد توت، یک توت تخته است با پنج حصه تقسیمات شده و از این پنج حصه مثلا ما چهار حصهش میگیریم، اینو به ریاضی به این شکل نشان میدیم: 4 بر 5، یعنی از چهار حصه، از ببخشید از پنج حصه که شده چهار حصه ازی گرفته شده. خب اگر یک حالت باشه که به این شکل باشه، یک دونه نان است یا به دو حصه تقسیم شده، باز یک دونه نان دیگه است یا به دو حصه تقسیم شده، از این تمام امی دو حصهش گرفته شده، از این فقط یک حصهش، ایره به شکل کسر عام چرخم نشان میدیم. یک دانه ما خب به شکل تکمیل استفاده شده، ایره یک نشته میکنم، ای دیگه از دو حصه یک حصهش استفاده شده، سیست؟ خب پس ایره نشته میکنم که 1 بر 2، ایره چه قسم میخوانیم؟ میگیم 1 صحیح 1 بر 2. اگر بعض جای براتون مشکل میباشه ویدیو رو میشه پاوز کنین یا توقف بتین، مشکلتان حل کنین در خواندن و در بعض مسائل دیگه کسرها. چون کسرها اعداد نامکمل هستن، از امو خاطر شما یک چیز را
به شکل غیر مساویانه یا بگویم به شکل نامکمل که باشه توسط کسرای آن به می شکل نشان بدین. اگر به شکل بخواین نشان بدین، به دیاگرام بخواین نشان بدین، و یا اگر ما داشته باشم یک میله ای به سه حصه تقسیم شده باشه یا یک دوتا تخته و یک میله دیگه داشته باشم ای دیگه هم به سه حصه و میله آخری هم تقسیم شده باشه به سه حصه، از این دو دانه میله های اول تمام حصهاش گرفته شده باشه و از این میله آخری فقط دو حصهش گرفته شده باشه. ایره به کسر آم چه رقم نشان میدیم؟ یک میله به شکل مکمل یا یک توت تخته به شکل مکمل استفاده شده، دو توت تخته. ایره خیلی پس نشته میکنیم دو صحیح، دوی بر سه، چون از سه حصه تخته آخری یا میله آخری از سه حصه دو حصهش استفاده شده، سه صحیح، دوی بر سه. خیلی پس عددهایی که به این شکل هستن یا بگویم کسرهایی که عددهای کسری که به این شکل هستن ایره به نام کسرهای واقعی یاد میکنن، کسرهای واقعی، و این کسرها را به نام کسرهای غیر واقعی یاد میکنن که بعد دوبارهش صحبت خواد کردیم. خب طوری که گفتیم کسرها به دو نوع هستن، کسرهای عام، البته یک کسر عام واقعی داریم، یک کسر عام واقعی داریم و یکی هم کسرها عام غیر واقعی. اسمای از یا بسیار به دقت گذاشته شده. کسر واقعی کسر ما میگن که واقعیت داشته باشه. چی داشته باشه؟ واقعیت داشته باشه. مثلا اگر من نشته میکنم 3/4، ای به این معناست که یک شای هرچی بوده به 4 حصه تقسیمات شده، از این 3 حصهش گرفته شده، از این 3 حصهش گرفته شده. و یا اگر یک کسر دیگه داشته باشم 10/12، یعنی یک شای به 12 حصه تقسیم شده، به 12 حصه تقسیم شده و 10 حصهش گرفته شده، 12 حصه تقسیم شده، 10 حصهش گرفته شده. این به حقیقت یا به واقعیت نزدیک است. اما کسر غیر واقعی به کسر گفته می شود که ات یک کسر باشه. مثلا 5/2، یک شکل به دو حصه تقسیم کو، یک شکل به دو حصه تقسیم کو، مگر 5/3 شبیه ایره، چون ات یک چیز از حقیقت، از واقعیت چیست؟ دور است. که امکان داره که یک چیز ما با دو حصه تقسیم کنیم باز 5/3 رو بگیریم. یا اگر مثلا نشته کنم 15/4، یک چیز را با 15 حصه تقسیم، ببخشید با 4 حصه تقسیم کردی 15 حصه شه گرفتی. این که امکان داره؟ هیچ از واقعیت دور است. خب پس به خاطر کسرای واقعی بالاخره نتیجه گیری میکنیم کسرای هستن که صورتشان کوچک است از مخرجشان، یا میشه بگویم مخرج همیشه بزرگ است از صورت کرده. میبینین صورت چی است؟ کوچک است از مخرج کرده. صورت کوچک است از مخرج کرده، یا مخرج بزرگ است از صورت کرده در دوشان. اما کسرهای غیر واقعی کسرهای هستند که صورت همیشه بزرگ است از مخرج کرده. صورت بزرگ است از مخرج کرده. این ها کسرها را به نام کسرهای غیر واقعی یاد میکنن. ببینین صورت بزرگ است از مخرج کرده، و یا میشه بگویم مخرج کوچک است از صورت کرده، که انال در مرحله بعدی خواد خواندیم که کسرهای غیر واقعی به شکل چی نشان داده میشن؟ به شکل مخلوط یا صحیح دار. صحیح دار که قبلا در شکلا کار کردیم.